فصل هفتم. دیگران خیلی شبیه شما هستند. در سالهای اولیه زندگی اغلب برای اولین بار به ما یاد داده می شود که تصور کنیم دیگران ممکن است اصلاً شبیه ما نباشند. ما ممکن است بخواهیم یک بازی انجام دهیم، اما شاید دیگران کاملاً خسته شوند و دوست داشته باشند برای چرت زدن به طبقه بالا بروند. ممکن است برای من جالب باشد که اسباب بازی های آنها را جهت امتحان کردن برداریم، اما شاید بخواهند برای مدتی اسباب بازی هایشان را برای خودشان نگه دارند. همانطور که بزرگتر می شویم، حساسیت های ما در مورد جنسیت، طبقه و پیش زمینه اجتماعی افزایش می یابد. ما می آموزیم که جنس مخالف ممکن است در هیچ یک از مفروضات با ما نقطه اشتراک نداشته باشد و اینکه متولد شدن در یک طبقه اقتصادی و اجتماعی معین اساساً می تواند بر دیدگاه فرد نسبت به همه جنبه های جهان تأثیر بگذارد. از آنجا که ما این ایده وجود تفاوت بین خود و دیگران را به خوبی آموخته ایم، ممکن است کارمان به دیدگاهی بسیار متمایز و مردد نسبت به سایر انسان‌ها برسد. ما به جزئیاتی برگرفته از تجربه‌هایمان می‌پردازیم که باعث ایجاد این حس بیگانگی است تا بتوانیم همان احساس وجود تفاوت را که به ما آموخته‌اند باورش داشته باشیم تصدیق کنیم. بنابراین دیگران به طور غیرقابل انکاری برای ما بیگانه هستند، زیرا اهل خانواده‌ای متشکل از 7 خواهر و برادر هستند و ما تک فرزند هستیم. یا آنها مدیر عامل هستند و ما تازه تابستان گذشته به آن شرکت ملحق شدیم. یا به دلیل اینکه آنها غرق در بازی آنلاین هستند و ما عاشق خواندن رمان‌های تاریخی مربوط به قرون وسطا هستیم. ما نمی توانیم با این تصور که آنها 92 ساله هستند کنار بیاییم. نمی توانیم با عقاید سیاسی آنها توافق داشته باشیم. اینکه یخچالی پر از سالادهای سالم با لوبیا داشته باشند یا برای جلسات متعددی آماده شوند را نمی پذیریم. این خصوصیات برجسته هر چه که باشند ما به یک نتیجه مشابه می رسیم. اینکه دیگران کاملاً با ما متفاوت هستند. هرچند مفهوم تفاوت در بسیاری از موارد مفید و عاقلانه است، در مواقع دیگر در قبال سخت‌تر و منزوی‌تر کردن زندگی ما بیش از حد لزوم مسئول است. ممکن است بدون هیچ دلیل موجهی احساس کنیم عجیب و غریب، خجالتی و تنها موجود احمق هستیم. ما می توانیم دوستی با یک فرد مسن یا جوانتر از خودمان را از دست بدهیم، زیرا طوری در مورد آنها پیش داوری کرده ایم که انگار به طرز وحشتناکی با ما تفاوت دارند، در حالی که آنها در واقع فقط نسخه کمی تعدیل زمان شده خودمان هستند. در یک قرار ملاقات ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهیم، زیرا شخص اتو کشیده و جذاب مقابل ما در هیچ کدام از تزلزل‌هایی که داریم با ما نقطه اشتراک ندارد. یا ما به راحتی می توانیم احساس برتری، تکبر و قدرت درونی را به یک فرد بسیار ثروتمندتر نسبت دهیم که تا به حال آن را تجربه نکرده است. در محل کار ممکن است از موقعیت‌های رقابتی کنار بکشیم به این دلیل که احساس می‌کنیم تقلید کننده هستیم، در حالی که در واقع همه افراد در دفتر کار به اندازه ما احساس ترس و تردید دارند. وقتی از افراد سطح بالایی پذیرایی می‌کنیم که خیلی خوب آنها را نمی‌شناسیم، ممکن است در نهایت سنگین رنگین و بیش از حد مؤدب به نظر برسیم، زیرا جرأت نمی‌کنیم جنبه‌های سرزنده‌تر و بانشادتر شخصیت خود را نشان دهیم تا خود را متقاعد کنیم که نمی‌توانیم با فردی دارای موقعیت بالاتر ارتباط نزدیک داشته باشیم. برای تصحیح چنین تصورات بیهوده‌ای باید جرأت داشته باشیم که بین خود و دیگران شباهتی را فرض کنیم، حتی در زمان و مکانی که به نظر می‌رسد نشانه‌های کمی برای آن وجود دارد.
خطرات دست کم گرفتن و کم اهمیت کردن منحصر به فردی دیگران هر چه باشد کم از اعتقاد بیش از حد به فردیت خودمان ندارد. گاهی اوقات ما باید از این سد فرضی که ما را از بقیه بشریت جدا می کند عبور کنیم و به سادگی گمان کنیم که احتمالاً طرف مقابل به اندازه ما خسته شده است یا به اندازه ما دوست دارد بخندد یا اینکه آنها مانند ما عصبی هستند یا به اندازه ما به یک دوست نیاز دارند. آمار تایید کننده ی حرف ماست. اگرچه ما هر کدام از ویژگی‌های خاص خود را می‌شناسیم، اما در واقعیت نمی‌توانیم در چنین حالت کمیاب و بیمانندی به دنیا آمده باشیم. گونه انسانی تا این حد پذیرای منحصر به فرد بودن نیست. ما در دنیای خارج بین 7 میلیارد جمعیت خواهر و برادرهایی داریم. اگرچه ممکن است در چهره دیگران هیچ نشانه مستقیمی حاکی از نوعی جنون، ترس، اضطراب، اشتیاق، امید، ناامیدی یا بدبینی که ما داریم وجود نداشته باشد، اما می توانیم مطمئن باشیم که وجود دارد و گاهی اوقات با احتیاط می توانیم طوری پیش برویم گویی آن را پیدا خواهیم کرد. بهترین راه برای شناخت اسرار غریبه ها این است که ویژگی های خودمان را بررسی کنیم و پاسخ ها را به فرد غریبه هم نسبت دهیم. بدون بی احترامی به منحصر به فرد بودن این غریبه، شاید تصور این که اون نسخه ای از خودمان باشد که هنوز با آن آشنا نشده ایم، یک قاعده اشتباه نباشد.